انقلاب مذهبی. امروز دکتر سازگارا با این تجربه گرانقدری که پشت سر گذاشته نگاه دیگری به دنیا، به خودش، به زندگی و به انقلابا پیدا کرد. این به نظرم خیلی این خاطرات شنیدنیست، به خاطری که هم تجربیات ما رو بیشتر میکنه، این که به هر حال به ما معیارهایی میده که تا دیگه در تاریخ دچار خطا و اشتباه نشیم. درود بر دکتر سازگار عزیز. عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای میبودی و خدمت همه بینندگان گرامی. حال شما خوبه؟ خسته نباشید. سلامت باشیم قربان شما. یه موقعی ما از اون خیابون تلویزیون میرفتیم در جام جم زنجیر بالا، اونجا کار میکردیم. شما آمدین جای ما رو گرفتید. خب حالا میخوام ببینم که در اون دوره‌ای که رفتید به رادیو تلویزیون چی شد؟ تو بالاخره خیلی پست حساسی داشتید، اونم در اون شرایط و در اون روزهای بحرانی. اجازه بدید که من اول، چون شما یک نکته ای رو گفتین، یکی دو جمله راجع به این بگم. یک کمی داغ دل من تازه شده در باب این که آدم ها عوض میشن و باید اصلا عوض بشن. این رو به خصوص میخوام بگم، امیدوارم پاره ای از دوستان سابق و فعلی من این رو بشنون. این اصلا هنر نیست که آدم مثل 40 سال پیشش فکر کنه. آفرین. و اصلا هنر نیست که آدم از جاش تکون نخوره. دنیا عوض شده، دنیا دیگه دنیای جنگ سرد نیست، دنیا عصر جهانی شدنه. نظریات مهم سیاسی اجتماعی در این 40 سال گذشته تو دنیا ارائه شده، متفکرین بزرگی آمدن، تغییرات اقتصادی و اجتماعی بزرگ پیدا شده، تأثیر اینترنت، تأثیر ماهواره ها و غیره توی زندگی آدم ها فضای دیگه‌ای درست کرده، و مهمتر از اون تجربیات خود ما ها، فکرایی رو که داشتیم به آزمون در اومده کردیم. یک ملت جا به جا شده، تغییر کرده. بنابراین اینی که آدم پا به پای تحولات فکری بشری، تحولات جوامع، تحولات سیاسی، تحولات اجتماعی، اقتصادی، تکنولوژیکی تغییر بکنه، نه فقط چیز بدی نیست، بلکه چیز خوبیست، خیلی هم واجبه. و من اینو اسم نمیارم، حالا چند سال پیش به یکی از دوستان چپگرامون در ایران، چپ اسلامی، صحبت میکردیم. به ایشون کتاب آنتونی گیدنز رو دادم، جزوه کوچکی که گیدنز، جامعه شناس انگلیسی، در جمع حزب دموکرات امریکا صحبت کرده بود. و در واقع حرف گیدنز این بود که اصل جهانی شدن رسیده و احزاب چپ غربی مثل حزب کارگر انگلیس و یا حزب دموکرات امریکا باید تجدید نظر بکنن. انصافاً هم بعدن آقای تونی بلر متکی گفت که من اصلا دستم رو گذاشتم روی شونه گیدنز و آراء آنتونی گیدنز و نیو لیبر رو، در واقع حزب جدید کارگر انگلیس رو درست کرد، شعارهاشون رو تغییر دادن، اهدافشون تغییر دادن و خیلی هم خوب انتخابات رو بردن و چند دورم حاکم بود حزب کارگر. من به این دوستمون در ایران این جزوه کوچیک شو که به فارسی هم ترجمه شده بود دادم و گفتم فلانی این رو بخون ببین، احزاب چپ هم تجدید نظر میکنن در آرایشون، و اصلا هنر نیست که مثل 40 سال پیشت فکر کنی. از پشت کتاب چگونه انسان غول شد که توی زندان خوندی هیچ تغییری نکرده باشی و افتخار بکنی به اینکه من همون حرف 40 سال پیش همون میزنم. برحال حالا این رو که گفتید فکر کردم این چند جمله رو بگم، برای اینکه متاسفانه پاره ای از دوستان ما، من هنوز هم میبینم، ارتباط دارم یا حرفا و نوشته هاشون میبینم، رها نمی کنن تئوری های مثلا ناسیونالیسم، فرض کنید به معنی دکتر مصدقیش، اصلش گذشته، تموم شده. ناسیونالیسمی که قرن 19 مد روس شد، قرن 20 دو تا جنگ خونین رو دست بشریت گذاشت، متحول شده، تغییر پیدا کرده، منافع ملی تعریفش عوض شده تو دنیا و ده ها مورد دیگه. دینم همینجور، جایگاه دینم همینطور و همسالون. حالا برگردم به
خاطرات، ممنون که این فرصت رو دادی من این کلمه درد دل رو بگم. از شبت که ببینید رسیدیم خلاصه به اینجا که دیگه چندین سپاه دیگه ای هم که درست شده بود دوره هم ما جمع کردیم با کمک آقای حاج مهدی عراقی که بعدن البته ایشون در جزو اولین ترورهای گروه فرقان خودش و پسرش کشته شدند. ریش سفیدی کرد حاج مهدی، این چند گروه دوره هم جمع شدن. آقای رفسنجانی هم از شورای انقلاب در اون جلسات شرکت میکرد، من هم دبیر اون جلسات بودم، مینوشتم که بعدها چندین سال بعد توی کاغذام بود و تحویل یکی از دوستانی که تو سپاه بود دادم و گفتم این میتونه بره در موزه سپاه. نمیدونم بیا حالا چه بلایی تو سپاه سرش اومد، چون امضای کسانی که در اون جلسه بودن زیر اون صورت جلسات بود و بعضی هاشون مثل آقای کلاهدوز و اینا بعدن در جبهه شهید شدن و کشته شدن. به هر حال حاصل اونها این شد که اساسنامه تجدید نظری شد، نکاتی که اون جمع دور هم توافق کردن و اساسنامه دیگری نوشته شد که عمدتا من به کمک آقای کلاهدوز و آقای داوودی شمسی اساسنامه جدید رو تدوین کردیم. و بعد از اون هم انتخابات شورای فرماندهی دیگه حالا دائم قرار شد صورت بگیره. من شخصا خودم در همون دو سه ماه فهمیده بودم که به درد کار سپاه نمیخورم، علاقه به نظامیگری و به خصوص اطلاعاتی و اینها ندارم. تو همین خاطراتم عرض کردم مواردی هم دیده بودم که چقدر راحت آقایون روحانیون دورخیز کردن که شکنجه رو در واقع شرعیش بکنن، اسمش رو تعزیر بذارن. مجموع اینها بیشتر میتونم بگم به روحیم نمیخورد، به اضافه این که یه خودم بعدها در مورد خودم کشف کردم که آدمی هستم که یه کاری تا نو هست و ایجاد از صفر هست دوست دارم، ولی وقتی راه میفته و دیگه روتین میشه و حرکت میکنه مدیر بهره بردار خیلی نیستم، بیشتر مدیر پروژه میتونم بگم ذوق منه و علاقه دارم. مجموع اینا دست به دست داد و به اصرار خودم به دوستانی که شاید اون موقع دیگه حالا 50 60 نفر شده بودن در واحد اطلاعات و تحقیقات، چون قرار بود هر واحدی خودش فرمانده خودش رو پیشنهاد بده و انتخاب بکنه، با اصرار آقای بشارتی رو که آمده بود به سپاه و آشنا شده بودیم، از زندانم ایشون آزاد شده بود، علی محمد بشارتی رو به دوستان خودمون هم پیشنهاد کردم و گفتم به هر حال من دارم از این سپاه میرم و آقای بشارتی شد در شورای فرماندهی جدید فرمانده اطلاع تحقیقات. البته ایشون یه نکته‌ای هم داشت، جزو کسایی بود که سال 56 اون عفنامه ها رو نوشته بودن و ساواک از همشون کاغذ گرفته بود، آزادشون کرده بود. این داستانی که به هر حال جلوتر بهش میپردازیم، برای اینکه شاید از زمینه های دستگیری ها و درگیری های هیئت های مؤتلفه اسلامی با مجاهدین انقلاب اسلامی و اون پرونده انفجار نخست وزیری اینا شد که بهش حالا خواهیم رسید. ولی به هر صورت آقای بشارتی جای بنده رو گرفتن و آقای دوزدوزانی شد فرمانده کل سپاه، آقای کلاهدوز شد فرمانده عملیات سپاه، آقای جواد منصوری عضو دیگر اون شورای فرماندهی بودن، از اون شورای فرماندهی اول آقای محسن رفیق دوست هم ماندش به عنوان فرمانده تدارکات سپاه. بنابراین من از سپاه بیرون اومدم و رفتم اونجایی که راستش علاقه هم داشتم، یعنی در نفل شاتو همین کار رو کرده بودم و دوستانی از انجمن اسلامی دانشجویان که در خارج میشناختم هم رفته بودم اونجا و اونم رادیو تلویزیون بود. رفتم اونجا در رادیو تلویزیون، آقای احمد عزیزی از اعضای انجمن اسلامی دانشجویان در آمریکا و کانادا معاون بین الملل رادیو تلویزیون بود، آقای قطبزاده در اون مقطع رئیس رادیو تلویزیون بود.
مقداری رفتم به آقای عزیزی کمک میدادن در قسمت بین الملل تلویزیون و بعد در قسمت خبر هم و پخش رادیو آقای تابشیان، مهدی تابشیان، دوست دیگری از انجمنهای اسلامی دانشجویان، آقای دکتر تابشیان توی خبر بود، مقداری هم به او میرفتم روزها کمک میکردم و این ایده رو اونجا مطرح کردم که واحد خبر که خب به هر حال حرف سیاسی میزنه و برنامه های سیاسی که واحدهای تولیدی در تلویزیون درست میکنن و رادیو درست میکنن و غیره، بهتر است که یک معاونت سیاسی در چارت رادیو تلویزیون خلق بشه که در این چارت وظیفش در واقع هماهنگی این بخشای مختلف باشه. یه مقداری الان که برمیگردم میبینم دید تمرکزگرا داشتم به دلیل اینکه خب شاید ذهنیتم هم یه خود چپگرا بود اون موقع ها. به هر حال این پیشنهاد مورد قبول واقع شد و شروع کردم ضمن اینکه در واحد خبر روزانه یک تفسیر سیاسی می نوشتم و خبر ساعت 2 رادیو خودم می رفتم تو استودیوی پخش، تو استودیوی خبر در واقع، و می خوندم تفسیرمو. غیر از این معاونت سیاسی رو هم شروع کردم به شکل دادن و هماهنگی کردن، اما در همین حیثیت شاید یکی دو ماهی بیشتر نگذشته بود که به دلیل تفسیری که نوشتم و از رادیو خوندم در خبر ساعت 2 و انتقاد کردم به مدیریت خود صدا و سیما، به خود آقای قطب‌زاده و نوع مدیریتی که در صدا و سیما هست، آقای قطب‌زاده خوشش نیامد و بنده رو صدا کردن به جلسه شورای مدیران و انتقادم هم الان که برمیگردم خودش انتقاد واردی هم نبود، ولی به هر حال انتقاد کردم. لایحه پاکسازی ادارات در شورای انقلاب تصویب شده بود، بحث داغ و روزی بود در بین محافل حکومتی، خیلی لایحه بی خودی هم عذاب در اومد. یعنی خلاصش این شد که طی 2-3 سال بعدش 12,000 واحدهای پاکسازی در اداره های دولتی و حکومتی درست شد، 18,000 نفر رو مجموعاً بیرون کردن به جرم طاغوتی بودن و غیره، چیزایی که در اون لایحه پیش بینی شده بود در اون قانون. بعدن شاید تعدادی از اونها خب اصلا از کشور رفتن، اما بعدن همه رفتن در دیوان عدالت اداری حکم گرفتن و شاید 12,000 نفرشون دوباره برگشتن سر کار. ولی اصلا نفس کار هم الان که برمیگردم میبینم کار غلطی هم بود به نوعی. ولی اون روزها ملاک انقلابی بودن شده بود که طرفدار پاکسازی ادارات باشی یا نباشی. من به هر حال تو تفسیر خودم به مدیران طاغوتی صدا و سیما هم بریده بودم. منو صدا کردش آقای قطب‌زاده در جلسه شورای مدیران صدا و سیما که خب مدیرای واحدهای مختلف دور میز بودن و گفتش که تو این تفسیر رو نوشتی خوندی و این خلاصه توهین به همه ایناییست که اینجا نشستن و بگو کدوم اینا چیزن. یه خودم داد و بیداد کرد آقای قطب‌زاده، بندم که خب حالا کوتاه نمیام، بندم داد و بیداد کردم و جلسه رو ترک کردم، اومدم بیرون دیگم گفتم نمیام دیگه، رفتم خونه. آخوندی که خیلی نفوذ داشت در رادیو تلویزیون اون زمان کی بود؟ متنفذترین آخوندی که در تلویزیون صاحب نفوذ بود در زمان آقای قطب‌زاده، من فکر کنم آقای میبودی هیچ آخوندی نفوذ نداشت، بلکه صادق قطب‌زاده به شوخی در مثلا جلسه خصوصی باهاش میشستی، این شعری که از خون جوانان وطن لاله دمیده، میگفت از خون جوانان وطن ملا دمیده. و خب راست میگه، یه مرتبه روحانیت همه جا ثبت شده بود. من. و فضای اون روز هنوز به نظر من روحانیت این اعتماد به نفس رو پیدا نکرده بود که بیاد مشاغل حکومتی بگیره. یا این ساختاری که نماینده نمیدونم امام و ولی فقیه همه جا باشه. قطب‌زاده خیلی هم روحیه یکتی و
جاهل معابی داشت، خیلی هم رو نمیداد، صاف اگه بهش چیزی هم میگفتم برمیگشت جواب میداد و یه خودم بددهن بود و بد و بیرا هم میگفت پشت تلفن به اینها. من یادم نمیاد روحانی خاصی در تلویزیون اصلا دیده باشم. بنابراین اولین روحانی که پست دولتی گرفت اومد تو کابینه آقای هاشمی رفسنجانی بود، شد معاون وزارت کشور. اصلا بعد از سقوط دولت آقای بازرگان، اعضای شورای انقلاب وزارتخونه ها رو بین خودشون تقسیم کردن و هر کدوم مسئولی یکی دو تا وزارتخونه شدن و آقای بهشتی هم تا زمان انتخابات ریاست جمهوری که آقای بنی صدر دیگه شد رئیس جمهور و بعد نخست وزیر وزارینا، در یه دوره در واقع میشه گفت حالت رئیس الوزرایی رو آقای بهشتی داشت در شورای انقلاب تا بعد از استعفای دولت بازرگان. در اون مقطع مثلا آقای خامنه ای هم وزارت دفاع رو تصدی میکرد، آقای رفسنجانی وزارت کشور رو تصدی میکرد، آقای خود آقای بهشتی و اردبیلی رفتن به سمت قوه قضاییه. البته در پاره وزارتخونه هم وزرای مانس بازرگان مونده بودن، دولت بازرگان همه کابینه بعضیشون نرفته بودن. در حال نهضت آزادی بود که در رو روی روحانیت باز کرد برای اداره کشور و ورود به دولت از این قبیل. نه برعکس، اتفاقا دولت بازرگان تا بر سر کار بود. بازرگان شخصا خودش خیلی اعتقاد به تکنوکرات ها داشت. حالا من به نهضت آزادی میرسم چون در همین تابستان، چون رسیدیم دیگه حالا به اردیبهشت سال 58 که من از سپاه بیرون اومدم و در خرداد ماه رادیو تلویزیون بودم تا تابستون اونجا بود که یکی دو ماه طول کشید با قطب‌زاده دعوام شد اومدم بیرون، ولی یکی دو ماه بیشتر نگذشت که آقای قطب‌زاده هم از اونجا توسط شورای انقلاب عزل شد از ریاست رادیو تلویزیون. قطب‌زاده شما رو متهم به چه کاری میکرد؟ چی گفت همون به شما؟ عرض کردم اون جلسه چی گفت به شما؟ اون تفسیری که من نوشته بودم و خودم خونده بودم و مدیران صدا و سیما رو گفته بودم آدم های طاغوتی هستن و اینجا کمیته پاکسازی شکل نگرفته. اوه. این در اون روزگاران یه فوش انقلابی بود با آقا داده که انگار تو انقلابی نیستی. اوه. و تو اون جلسه مدیران ایشون با من همین یکی به دو رو کرد، منتها چون داد بیداد کرد منم داد بیداد کردم و رفتم. بس به اشاره حق با قطب‌زاده بوده. به نوعی راست میگی، اما ساده قطب‌زاده. آره شما طرفدار شدت عمل بودید، اون نبوده بیچاره. دقیقاً. آره یعنی اینجا من میتونم بگم من رادیکال‌تر و چپ‌تر و بهش برخورده بود که من به اون میگم تو انقلابی نیستی و اینجا به قدر کافی انقلابی نشدی. اول لیستی که تلویزیون از اخراج یا منتشر کرد 50 نفر، منم جزش بودم، 50 نفر اخراج کردم. شما جز اون تاخوتی هایی بودیم که روز شما که نبودید در تنظیمش که نقشی نداشتید. نه نداشتید. نه اگر اشتباه نکنم آقای خداپناهی، کریم خداپناهی، خداپناهی بله بله، که ایشون هم از اعضای انجمن اسلامی دانشجویان اتحادیه اروپا بود. درست. و عضو نهضت آزادی اروپا هم بود و با آقای قطب‌زاده دوست بود از سالیان قبل. او شده بود معاون اداری مالی صدا و سیما رادیو تلویزیون ملی ایران اون موقع اسمش بود و طبیعتا مسئولیت معاون اداری مالی میشد دیگه. حالا من دیگه اصلا چون در جریان نبودم ریزشم نمیدونم مثلا چه هیئتی تشکیل شده بوده به پرونده کارمندا رسیدگی میکرده. ولی بعدها من یک بار آقای قطب‌زاده دیدم در استودیوی بل، داشتیم چیزی رو ضبط میکردیم، نوارای محرمانه ایش اون موقع منتشر میشد، یکیش با همین دکتر علیرضا نوری‌زاده بود، یکی خانم گوگوش اومدن در اونجا چیزی رو دکلمه کردن و بعد جمعی از هنرمندا رو برده بودیم. خلاصه یه مصاحبه گذاشته بودیم با آقای قطب‌زاده، آمد داره اولی بار من دید، دست راست کرد به من دست داد، سرشو خم کرد، گفت شرمنده، هیچی نگفت. آخه. اینو در برابر آره خانم فروغ پوریاوری بود و بقیه، یعنی کاری که کرد خیلی به نظرم جالب بود، چون بهش گفته بودم این همونه که تو بیرونش کردی، گفت شرمنده و بعد رفت توی اون حرفا رو زد و
بله ببخشید. آقای بله. میبودی شما برگردین به فضای اون موقع. بله بله. ببینید فضای اون موقع فضای تب و تاب انقلابی، انقلابیگری توش انتقامگیری نهفته، کینه انقلابی. نه سری از آثار دموکراسی خواهی بود نزد انقلابیون در هر بودی ها، حالا فقط مسلمان ها که به قدرت رسیده بودن، نه چپ ها، دیگران، طیف های مختلف، نه سری از آثار عرشبت که گاندیوار بودن و عفو و بخشش و نمیدونم مسالمت و اینها نبود، بلکه انقلابی تر کسی بود که کینه بیشتر داشت فرض. درست. انقلابی تر کسی بود که شدت عمل بیشتر به خرج میداد و سکه رایج و مدروز انقلابی بود. واقعا من گاهی به جوانترها توصیه میپرسن، میگم واقعا هرچی ناله و نفرین هست باید به انقلابیگری کرد، که تصور نسل ما این بود که حالا از اسلام مثلا یک قرائت ایدئولوژیک انقلابی درست کردیم و انقلاب دوای همه درداست، و فکر میکردیم که آنچه که به نام انقلاب‌های شوروی و چین و نمیدونم ویتنام و الجزایر و اینها به وقوع پیوسته، اینا دیگه بهترین راه‌حل‌ها و گزینه‌هاست. و اون فضا فضایی بود که خب حالا میپسن. بله آقای مستادم اگه بهش میگفتی تو انقلابی نیستی بهش بر میخورد، یعنی خب در اون احتمالاً قدساده چند نمیدونم چند وقت بعد شما رو دیده، ولی احتمالاً مرد باهوشی بود. مال دوره‌ای بود که فرقان خیلی فعال شده بود. گروه فرقان خیلی فعال شدن، چند تا عملیات تروریستی هم انجام دادن، مال اون زمان بود. و این مصاحبه هم که انجام شد در استودیو بل بود، ایشون اومد و دو پاسدار هم بود، پاسدارا رو اجازه نداد امراش بیان توی استودیو، موندن تو خیابون، آمد و رفت و برای هر پر... ولی دیگه رئیس رادیو تلویزیون نبود اون زمان. چرا رئیس رادیو تلویزیون بود؟ چون فروغ پوریاوری دستیارش بود، او آوردش. آها. دستیارش رو در رادیو تلویزیون او آوردش به استودیو بل و در اونجا مصاحبه رو انجام داد. حالا سوالم اینه که در اون روزها یه اتفاقی هم داشت در کل مملکت میفتاد، یه شخصیتی تبدیل شد به نماد خشونت انقلابی، خلخالی. بله. و روزی نبود که اعدام نکنه. میخوام ببینم که دیدگاه ته دل شما اون زمان چی میگذشت نسبت به کارهایی که خلخالی انجام میداد به نماد دیگه از طرف خمینی. فلوپ شخصا اگه بگین، من آقای خلخالی رو همون موقع، نه من، خیلی از کسانی که در دستن در کار بودن آدم عاقلی نمیدونستن، یعنی راستشو بگین خلخالی رو خل و دیوونه میدونستن، من که حرفای دیوانواری میزد خلخالی و آدم عاقل و نرمالی اصلا نبود، ولی اون چه که به اصطلاح از قاطعیت و اعدام کردن و نمیدونم سران طاغوتی رو بگیری و اعدام بکنی و اینها، به نظرم، من خودم میگم، دیگران نمیدونم، برمیگردم آنچنان در ذهن من چراغی رو خلاصه روشن نمیکرد و سوالی رو بر نمیانگیخت، گویی که این جبلی انقلابه که مثلا سران رژیم قبلی رو بگیره اعدام بکنه. و به نظرم میرسید که نه خب حالا این لازمه انقلابه دیگه، باید این کار مثلا بشه دیگه. چون در اون زمان من هیچ اعتراضی ندیدم از سوی گروه هایی که فعال بودن در زمان انقلاب، برخی از اونها هم خب بعضی وقتها از دموکراسی هم سخن میگفتن یا حقوق بشر، یا معترض بودن به پایمانی حقوق بشر در زمان شاه. حالا انقلابی رخ داد، یک شخصیتی با شخصیت نمادی مثل خلخالی، سابق قدرت بی حد هستم هست، خودش نمانده ولی فقیه معرفی میکنه،